به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. جنگنده های هوایی افغان دو حامله بمب طالبان را از بین بردند. یک منبع امنیتی با آژانس اطلاعاتی سیهون می گوید که جنگنده های هوایی اردوی افغانستان ساعت 5:30 دقیقه صبح امروز دو حامله بمب گروه طالبان را در منطقه کاری صده ولسوالی مارجه هلمند هدف قرار داده و هر دو را از بین بردند. این منبع امنیتی می افزاید که گروه طالبان با استفاده از این دو حامله بمب می خواستند انفجارهای بزرگ موتر بمب را در مربوطات ولایت هلمند راندازی کنند که صبح امروز در نتیجه حملات هوایی جنگنده های اردوی افغانستان هر دو حامله مملو از مواد انفجاری تخریب و از بین برده شده است. بر بنیاد این منبع موقعیت این دو حامله بمب طالبان قبلا از سوی نیروهای امنیتی تشخیص و تثبیت شده بود. گروه طالبان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. دیدار رئیس جمهور غنی با رئیس ستاد مشترک آمریکا. رئیس جمهور افغانستان عصر دیروز با جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک نیروهای ایالات متحده آمریکا دیدار کرد. با گزارش سپوتنیک محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عصر روز چهارشنبه 26 قوس با جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک نیروهای ایالات متحده آمریکا دیدار کرد. در این دیدار که در ارگ انجام شد هر دو جانب تشویششان را در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نمودند. جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک نیروهای ایالات متحده آمریکا از حمایت دوامدار کشورش از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اطمینان داد. همچنان در این دیدار در رابطه با پروسه صلح ضرورت عاجل کاهش چشمگیر خشونت و برقراری آتش بس بحث و تبادل نظر صورت گرفت. به نقل از افق، اشرف غنی به قندهار می رود. رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت امروز پنجشنبه 27 قوس به ولایت قندهار می رود. هدف سفر وی بررسی وضعیت امنیتی قندهار و مشورت با مردم این ولایت در مورد گفتگوهای صلح گفته شده است. در امین حال برخی مقامهای حکومتی می گویند قندهار به عنوان محل مذاکرات صلح با طالبان انتخاب خواهد شد. اگرچه طالبان با مذاکره در داخل افغانستان مخالف هستند. وحید عمر مشاور ارشد اشرف غنی دیروز در پیام با اشاره به سفر طالبان به پاکستان و برگشت هیئت دولت به کابل گفت اکنون که هر دو تیم مذاکره کننده به خانه هایشان برگشتند بهتر خواهد بود دور بعدی مذاکرات در قندهار برگزار شود. عمر در تویت نوشت که ما از کابل و شما از اسلام آباد این زحمت را بکشید، در مسجد خرقه مبارک آمادگی ها را می گیریم. قندهار خواستگاه اصلی و پایگاه سیاسی و مقر قدرت ملا عمر در دوره سلطه رژیم طالبان بود. صلح در افغانستان، غنی به مسافه خلیلزاد می رود. به نقل از افق، به نظر می رسد که فصل تازه تنش میان کابل و واشنگتن در راه است. این بار بر سر مکان مذاکرات صلح. این تنش ها به سابقه نیست و در طول 11 دوره گفتگوهای فشرده نمایندگان آمریکا و طالبان که 18 ماه به درازا کشید بارها در روابط دو متحد استراتژیک رخ داد و پس از آن با امضای توافق صلح میان دو طرف هم ادامه پیدا کرد. اما این بار به نظر می رسد که دولت به رهبری اشرف غنی در کابل آخرین مرحله از تنش ها را کلید زده است. نکته قابل توجه این است که این بار نیز عبدالله محب مشاور امنیتی ملی آقای غنی در کانون این بحران تازه در روابط دو طرف قرار دارد. آقای محب اخیراً خواستار برگزاری مذاکرات صلح در داخل خاک افغانستان شد و استدلال کرد که با این رویداد ساحه امنیتی ویژه و قابل اعتماد برای همه و زمینه نظارت و اعمال ملکیت برای مردم در روند صلح فراهم می شود. آقای محب افزود که با پیشبرد مذاکرات در داخل مذاکره کنندگان از خواستها و مطالبات مردم بهتر آگاه می شوند و از مصارف اضافی جلوگیری خواهد شد. او گفت که برای افغانها مهم است که مراحل جاری مذاکرات در داخل افغانستان به پیش برده شود و به این ترتیب صلح به جای شرایط خارجی ها از واقعیت جامعه افغانستان متاثر شود و دائمی و سراسری باشد.
و گفته یووی صلح در بیرون از کشور صلح کنندگان را از شرایط خارجی متاثر می کند. و دنبال این اظهارات اشرف غنی رئیس جمهوری نیز از ایده مشاور امنیتی ملیش قویا حمایت کرد و گفت که اگر طالبان یک گروه افغانی است پس از مذاکره در داخل افغانستان هراس نداشته باشد. او هم استدلال کرد که افغانها می توانند در داخل کشور در سرما و گرما و حتی در زیر یک خیمه با هم دیگر گفتگو کنند و برای این منظور نیاز به هتل‌های لوکس و پرخرج خارجی نیست. تا این جای کار درخواست غیر منطقی مطرح نشده است و ویژه این که هم آقای محب و هم آقای غنی تاکید کردند که در هر نقطه در داخل کشور که طالبان تعیین کنند دولت آماده مذاکره است. این آمادگی می تواند پاسخ به برخی شبهات و نگرانی ها درباره اداره دولت برای مداخله و اثرگذاری بر روند مذاکرات باشد، چیزی که از نظر منتقدان بستر و زمینه آن در داخل کشور به خوبی فراهم است. زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان و امضا کننده اصلی توافقنامه صلح واشنگتن و طالبان هشدار داده که مذاکرات جاری باید در زمان تعیین شده از سر گرفته شود و بهانه تازه‌ای برای تأخیر در گفتگوها ایجاد نشود. خلیلزاد اگرچه به طور مشخص درباره مکان مذاکرات ابراز نظر نکرده، اما به باور تحلیلگران هشدار او حامل این پیام است که جا به جایی در مکان گفتگوها زمان بر است و این رویداد ممکن است چندین ماه دیگر مذاکرات را به نفع دولت به تأخیر بیندازد. از جانب دیگر مخالفت او تا اینجا بجا و قابل پیشبینی است، زیرا کابل صریحا اعلام کرده که یکی از اهداف انتقال مکان مذاکرات از خارج به داخل جلوگیری از دخالت پیوسته قدرت‌های خارجی در این روند است. یکی از طرف‌های خارجی مداخله کننده در روند صلح امریکا است که در اغلب موارد این ماموریت به زلمه خلیلزاد سپرده می شود و گاه حتی خود مایک پومپیو رسا دخالت می کند، مانند رویداد اخیر که او با سفر به دوحه و دیدارش با ملا برادر کابل را مجبور کرد تا اختلافات خود با طالبان را کنار بگذارد و به بن‌بست در گفتگوها پایان دهد. دولت قطر به عنوان میزبان مذاکرات نیز بی‌طرف نیست و از دیر باز به این سو به ویژه پس از افتتاح تنها نمایندگی سیاسی طالبان در دوحه، یکی از عامیان جدی اعطای مشروعیت سیاسی به طالبان و لغو تحریم‌های بین‌المللی رهبران آن گروه بوده است. با این حساب انتظار می‌رود که در دوران تعطیلی سه هفته‌ای مذاکرات دوحه شاید آغاز مرحله دیگر مساف غنی و خلیلزاد باشیم، مسافه که باز هم با نقش‌آفرین عبدالله محب صورت می‌گیرد. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس.